Всем привет, я Шахрам, и мы начинаем. Привет всем, я всем привет, фарнам куне, салам бахаме, ман Шахрам ассам, ва ма шурум куне. Дар Русия е эстела даран, меган ке мадаре тамам амузеш ха текраре. Я фел диге ке мухасим эмруз рачебеш собат куне, фел таванистан хас. Фел таванистан дар забан Русия мише может, может. حالا اگر بخوام صرفش کنیم میشه یا مگو تی موژش اون ایلی انا موژت انی موگوت می موژم وی موژته بکنم صرف کردم همشو در زبان روسی خب بله میشه دا نه میشه نیت دا نیت خچو نی خچو میخوام نمیخوام могу, не могу, митунам, не митунам, я могу, я не могу, ты можешь, ты не можешь. Хоп, пас, отчет, я хочу, я могу, я буду быть или не быть, будан, я на будан, як сауле бузург хас, в чем вопрос? Я фера диге хас, в нам быть. Или не быть, будан, я на будан. Хоп. Быть, я, не, я буду, ты будешь, он будет, она будет, они будут, мы будем, вы будете. Хейли масраф дары. Хейли эстефады дары инфель. Хейли быть, хейли эстефады дары. Масалан, вон мисал. Мам, шума занг мизанам, мигам, ке, о, шума масалан дарам, мигам, саат панч. میتونید میای فلان جا میگی آره یا بودو یا بودو یعنی من خواهم بود اونجا من میام من اونجا خواهم اومد یا اینکه مثلا میگن چلو کباب چی چلو کباب میخوای چلو کباب او یا بودو یعنی من میخوام من هستم ها منم یعنی منم بذارین داخل جریان منم هستم میخوایم بریم چلو کباب بخوریم شما هستی یا بودو منم هستم بعد مثلا چلو کباب آوردین حالا یا ممکن کله پاچه باشه فرما میکنه کله پاچه آوردین مثلا میگه تی بودیش تا مسی یعنی تو کارت تی بودیش تام یعنی خلاصه منظور من متوجه شدید یعنی شما میزنید کله پاچه میگه کانیشنا کانیشنا یا بودو کانیشنا یعنی البته کانیشنا کانیشنا یا بودو ای وپرس پس چی شد یا بودو تی بودیش اون بودید انا بودید انی بودود انی بودود میگن آقا من ساعت 6 قرار شده نیومدن انی بودود انی بودود یعنی میان نگران نباش شما don't worry نگران نباش انی پریژوای انی پریژوای انی پریدود انی پریدود انی بودود انی بودود یه فعل دیگه راجبش صحبت کنیم فعل گفتنه یا حرف زدن گوارید گوارید یعنی حرف زدن یا گوارو تی گواریش یا خچو گوارید وقتی دو تا فعل پشت سر هم میاد یعنی وقتی من دارم میگم که یا خچو خچو خطید خودش یه فعل هست فعل دوم دیگه صرف نمیشه یعنی من نمیتونم بگم یا خچو گوارو نمیشه جوری اصلا کارمون نمیشه جوری اصلا به گوشم هم جور در نمیاد یا اینکه یا گوارو خاچوش دیگه نمیگن یا اینکه اگر گفتم یا خاچو گوارید گوارید فعل میشه بعد یه مسئله دیگه هم هست فعلا همش این یه علامتی هست به نام بهش میگن محکیزناک یعنی علامت نرم یعنی وقتی که این علامت میاد آخر یک حرفی اون حرف باید نرم تلفظ کنید کار سختیه من هنو خودم هم والا درست نترسم من اصلا ول کردم این مسئله رو کار ساده ای نیست اینا من اصلا مثل همون جریان ای که چی هست این هم همونه ولی خواهی خیلی سختره برای من البته سخته حالا برای بعضی شاید آسون باشه نگاه کنین فعل وقتی که هست آخرش مخکیزناک داره یعنی علامت نرم داره یعنی اون گوارید یعنی اون ته آخرش باید نرم بگی گوارید ولی وقتی که میگه اون گوارید ته گواریت وقتی میگه اون داره حرف میزنه اون علامت محکیزناک نداره و تش سفتر میگه متوجه یعنی فقط اینجوری میشه فرق نوشتنش
فعل هست یا صرف شده شه، اینه که آخرش مخزنک نداره. خب پس چی شد؟ پس برگردیم، یا خاچو گوارید. اگر میگم من میخوام حرف بزنم، یا خاچو گوارید، من میخوام بگم یه چیز رو میخوام بگم، بده فعل دوم صرف نمیشه دیگه، یعنی فقط فعل اول صرف میشه. یا خاچو یست، یا خاچو یست. یست فعل خوردنه، من یعنی میخوام بخورم. یا خاچو یست، مثلا شما میگن که چیکار برنامه چیه، چیکار میخوام بکنی، یا خاچو یست، یا خاچو یست. اینو میشه جوری هم بگن، یا یست خاچو. باز دوباره فعل نگاه کنید، اینا جالبه. مثلا گفتم که شما وقتی که فعل اول صرف میشه، فعل دوم صرف نمیشه، ولی اینجا فعل اول و دوم جاشون عوض شده، ولی باز دوباره ریتمش همون مونده. یعنی شما به جای که بگین یا خاچو یست، میگین یا یست خاچو. نه، فعل دوم که اومده اول تغییر نکرده، یعنی صرف نشده. این یعنی چی؟ یا یست خاچو، یا خاچو یست. وقت شما گشنتونه، یا گالودنی، گالودنی یعنی گشنه هستم، گشنه هستم. مثلا میگن شما گشنتنی، میگی چرا؟ یا خاچو یست، یا اوچین خاچو یست. اوچین یعنی منوگا، اوچین. این تغییر نمیکنه. این حالا اینا مسئله است که باید بدونید. فعلای حرکتی کلا در زبان روسی خیلی ما داریم، خیلی زیاده. یعنی برفرض بگیر اگر در ایران وقتی که میگن، در زبان فارسی وقتی میگن که رفت، رفت، حالا کجا رفت، با چی رفت، اینا اصلا مشخص نیست به چه مدتی رفت. رفت که اصلا رفت یا رفته برگرده. شما نگاه کنید در زبان فارسی شما فقط یه رفت میگین، ولی در زبان روسی شما اون رفتی که میگین تمام این رفتن ها با هم فرق میکنه. رفتن با هواپیما، رفتنی که اصلا رفته دیگه فعلا بر نمیگرده، رفتنی که مثلا از اینجا رفته بیرون دوباره میاد تو، یا اصلا رفته که خونش رفته، یا اصلا از کشور رفته، اینا فرق میکنه. اینا رو یواش یواش تو جمله یاد میگیریم، اینجوری بهتره. چون الان اگه من بخوام فعل رفتن براتون توضیح بدم، شما اصلا خاموش میکنین، بریم به سلامت اصلا زبان روسی دیگه یاد نخواهید گرفت. به خاطر اینا یواش یواش توی صحبت و اینا استفاده ازش میکنیم. نگاه کنیم، باز دارم میگم که زبان روسی زبان خیلی کاملی هست، ولی نگاه کنیم یک سری لغات کلیدی هست، یک سری جملات کلیدی هست که شما ازش خیلی استفاده میکنید در روز. یعنی استفاده این جملات و این لغات کلیدی بی نهایت زیاده، و اگر شما فقط این لغات کلیدی و اساسی رو بلد باشین، خیلی راحت‌تر میتونید ارتباط برقرار کنید. یادگیری لغت دست خودتون، شما هر چقدر که دامنه لغاتتون وسیع‌تر باشه، خب به تبع بهتر میفهمید. من حالا تلاش دارم که شما رو بیشتر آشنا کنم با لغات مختلف، ولی خب اگر که ما بتونیم با شما همین لغات اصلی و لغاتی که در روز تکرارش مکرر هست و یاد بگیریم، خب خیلی کمک میکنه به یادگیری زبان شما. حالا لازم نیست شما، برفرض میگم من خودم اخبار، اخباری که به اصطلاح اخبار سیاسی رو، صحبت سیاسی رو دارن میکنم، بعد از چند سال شروع کردم فهمیدم، چون لغاتی که در تلویزیون و مخصوصا تو اخبار تخصصی صحبت میشه، لغاتی نیست که شما تو خیابون، تو سوپرمارکت یا تو شهر بهش برخورد داشته باشین. نه، لغاتی هست که در مرور زمان طولانی یاد میگیرین، و ما اصلا برنامه ما نیست که من لغات به شما بخوام یاد بدم. من میخوام این لغات به شما یاد بدم که شما اگر که تشریف آوردین اینجا، بتونید با قول معروفی آشنایی داشته باشین، یا حتی بتونید کمی صحبت کنین. یه مسئله دیگه میخواستم بهتون بگم، مسئله خیلی مهمیه. گفتم بازم میگم، زبان روسی خیلی ساده تر از اون چیزی است که راجبش میگن. اصلا همه زبان ها خیلی راحته، شما حتما یاد میگیرید. چون من یاد گرفتم، یه دیگه از من بدتر فکر نمیکنم باشه کسی تو استعداد زبان، شما 100% یاد بگیرید. آخری مسئله دیگه میخواستم بهتون بگم که یه سری لغات هست از زبان انگلیسی وارد زبان روسی شده که تغییر نکرده، مثل لایک. البته لایک در زبان روسی نرایتس میشه، یعنی وقتی از شما از یه چیزی خوشتون اومده، میگی منیه نرایتس، منیه نرایتس،
مرا خوشایند هست، مرا خوش آمده است، مرا خوش خوشکم شده است. متوجه هم خونجور ترجمهش کنیم میشه منی نرایتسا، یعنی مرا خوشکم خوش خوشکم شده است، یعنی خوش خوشم اومده دیگه. حالا به هر حال منی نرایتسا. ولی مثلا میگم لایکی که مثلا میگم شما میتونین پایین این ویدیو من بذارین در زبان روسی، همون لایکه، همون این لایک مونده. خب بعد جزء کانال اگر بخواین عضو بشین در زبان روسی میشه پادپیشیتیس، پادپیشیتیس نا موی کانال، یعنی عضو کانال من بشید. بزنین اون دکمه رو که هر دفعه در آینده ویدیو فیلم های جدیدی من تولید میکنم که شما بتونید زودتر متوجه بشین. پس چی شد؟ Подпишитесь на мой канал и ставьте лайки. سری قبا اگه یادتون باشه من اینو آخر ویدیوم گفتم ولی معنیشو بهتون نگفتم. ولی سری تصمیم گرفتم معنیشو بهتون بگم. پس چی شد؟ Подпишитесь на мой канал، یعنی عضو کانال من بشید، и ставьте лайки. یه لغت دیگه هست سکورا. سکورا یعنی بزودی. سکورا بزودی. Скоро, безуди. Скоро є фільм джадід м'яд. Скоро я поїду в Іран. Поїду, яни бо машин. В Іран, яни мирам Іран. А й худа вихат. Але ке фелан корона омаде, фелан монтазер астим. Мухам бо машин берем Іран. Агар ке марза баз беше, ба омид худа мим Іран. Я поїду в Іран. Хоб. Пас чи шот? Скоро, яни безуди. بعد سری قبل گفتم خداحافظی که میکنن میگن دوس ودانیا، یعنی دو تا سودانیا. سودانیا یعنی ملاقات، تو تا ملاقات بعدی. خب رسمی تره یه خورده، حالت رسمی تری داره. خداحافظی خودمونی هم پاکا هست، یه خداحافظی دیگه دارن. اینم خب میشه گفت حالت هم رسمی دوستانه هست، استفاده میشه زیاد. دو سکوراوا. وقتی من دارم میگم سکورا یعنی به زودی، دو سکوراوا یعنی به زودی، دو سکوراوا یعنی منظورش این است که تا آینده اینا چندان دور دوباره همدیگر رو ملاقات خواهیم کرد. دو سکوراوا. پس چی شد؟ پس تکرار میکنیم. پادپیشیتیس نا موی کانال، ستافته لایکی. دو سکوراوا.